قاتلان اصلی داریوش مهرجویی و همسرشون مشخص شد. به کانال ما خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. در ویدیویی که ساعت پیش منتشر شد، متهمان قتل داریوش مهرجویی و همسرشون وحیده محمدی‌فر به ویلای این کارگردان رفته و صحنه قتل رو بازسازی کردن. وبسایت خبری مشرق نیوز در گزارشی جزئیات شب هولناک شهرک زیبادشت و قتل داریوش مهرجویی و همسرش رو به نقل از 4 متهم اصلی روایت کرده. این اولین ملاقات یک خبرنگار با قاتلان مهرجویی و همسرشه. شب طولانی پاییزی 22 مهر ماه برای داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر از همیشه کوتاه‌تر بود. حوالی ساعت 8 شب نفر چهارم هم حالا سر قرار رسید. گروه عجیبی دور هم جمع شده بودند. 2 نفر برای انتقام جویی و قتل اومده بودند و 2 جوان دیگر هم به هوای سرقت از منزل یک پیرمرد معروف و پولدار به اونجا کشیده شده بود. این 4 نفر حدود 1 هفته قبل هم به سراغ خانواده مهرجویی اومده بودند، اما همسر مرحوم مهرجویی سایه اونها را دیده بود و برنامه قتل به هم خورده بود. طراح جنایت حدود 25 سال دارد. او همان فردی است که در خبرها به باغبان مهرجویی معروف شده. قد نسبتاً کوتاه و موهای بلندی داره. 3 نفر دیگه هم همین باغبان برای این جنایت دور هم جمع کرده بود. کریم سالها باغبان مرحوم مهرجویی و امین اون بوده. تحقیقات نشون میده که این مرد به دلیل سرقت از خانه مهرجویی از کارش اخراج شده بود و از همون زمان با این خانواده اختلاف داشت. ماموران سراغ پرونده باغبان رفتند و متوجه شدند که اون چند سال پیش اقدام به سرقت یک جاروبرقی از خونه مهرجویی کرده بوده. پس از اون با شکایت این خانواده باغبان دستگیر شد. بعد از آزادی مدعی شد 30 میلیون تومان از اونها طلب داره، ولی ادعای اون رو مهرجویی و همسرش قبول نداشتن. کریم و میرویس برای کشتن داریوش مهرجویی و اسکندر و داوود هم برای همسر مهرجویی. توسط ماموران پلیس آگاهی و استان البرز دستگیر شدن، همشون دارن میارن. اسکندر اینطور روایت میکنه: ما رفتیم از در آشپزخونه وارد شدیم. خانم در آشپزخونه و پشت به در نشسته بود و مشغول کشیدن سیگار بود. آقای مهرجویی هم روی مبل داشت تلویزیون نگاه میکرد. خانم با دیدن ما ترسید و به سمت اتاق خواب فرار کرد. سعی کرد در رو ببنده، اما به زور باز کردیم. با پارچه و شلواری که همونجا بود دست و دهن خانم رو بستیم. داوود میگه من سر خانم رو نگه داشتم و اسکندر 2 ضربه محکم و عمیق به ناحیه جلوی گردن همسر مرحوم وارد کرد. کریم و میرویس هم به سراغ مهرجویی میرن و ابتدا با چوب درخت آلبالو که از حیاط ویلای مهرجویی برداشته بودن چند ضربه به سر مرحوم میزنن و بعد هم با کمک کریم و با یک چاقوی دست سفید حدود 30 سانتی متری اون صحنه دلخراش رو رقم زدن. به غیر از مو و بزاق دهان کریم، یک نشونه دیگه هم مؤید حضور اونه. وحیده محمدی‌فر زمانی که قاتلان وارد منزل اون میشن، پیامی با مضمون کریم اومد تو خونمون برای دخترش تایپ میکنه، اما فرصتی برای ارسال اون پیدا نمیکنه
و این پیام در حافظه گوشی اون باقی میمونه که پس از کشف تلفن همراه از یکی از متهمان و بازگشایی قفل اون توسط پلیس به دست میاد. تمام اموال سرقت شده از خانه مهرجویی، 7 علنگوی همسرش و 2 گوشی موبایل و 1 خلخال بوده که همگی در بیرون از ویلا کش شده. دو حالت قتاله نیز جداگانه در زمین های اطراف دفن شده بود که همگی توسط کارآگاهان کش شد. دادستان پرونده اعلام کرده بیشتر پرونده تکمیل شده، تنها رسیدن به پاسخ چند سال مونده که در بازسازی صحنه جرم در روز شنبه ابهامات بیشتری رفع شده و قرار این پرونده به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی و حکم متهمان صادر بشه. در ویدیوی بعدی به حرکت جنجالی بهروز افخمی میپردازیم. اگه این ویدیوها رو دوست دارید پس همراه من باشید.